از جدایی دار لحظه ای فکر و خیال اونو راحت نمیذار دوست نداشت که هیچ دلی از دلی جدا بشه دل پاک عاشقی همدم غما بشه یار هر بیچاره بود این پری خوشگله واسه هر غم چاره بود این پری خوشگله ولی با این خوبیاش این پری خوشگله همیشه آواره بود این پری خوشگله سلام علیکم فری خوشگله سلام علیکم چاکری خوب شد دیدمت وسط نوا آوردم قربون هستت بیا خیر باشه از آبجیمه آره ممنونتی حق ما هم برسته حتما سلام مادر سلام پری جون خسته نباشی ببینم ننه مثل این که بیرون هوا خیلی ده آره آره خاله دست و پای آدم از سرما میفته راستی مادر جون از مریم نامه اومده بخون ببینم چی سلام مادر جان امیدوارم که حال شما خوب باشد و ناخوشی شما برطرف شده باشد اگر از احوال من خواسته باشید چرا آبجی بعد جوری گیر افتاده من چی کار میتونم براش بکنم بهش کمک کن پری جون تو خواهر بزرگتر اونی اون کس دیگه ای رو نداره باید برم از اصفهان بیارمش نه مادر میترسم تو هم بری و بر نگردی تو از چجوری میخوای از اینجا بری تو که وسیله ای نداری امشب کامیون عباس که میاد بارا رو ببره منم صبح زود باهاش میرم اما تو دختر دل شیر داری یا چطور جرات میکنی تک و تنو بری اسفو والا عباس آقا بیچاره آبجی مریمم تو بد خنسی افتاده دارم میرم شاید یه جوری برش گردونم ده خب تو خواهیتم یه زنی نه ای خوایتم شکل آبجید گیر افتادی چی؟ میدونی پری اسوانی ها یه زن دست اول تو پل ما پل مثل تو نمیگذرن خب من که مثل اون پپه نیستم از پس همه شو بر میا آره ای خون عادت با ما آشنا نبود بازم تک و تنها با ما پا میشدی بیای مسافرم خب معلومه که نه آخه تو از خودمونی بهت اطمینون دارم میدونم میدونم راستی عباس آقا یه دست لباس اضافی تو ماشینته اون واسه چی ها؟ این رخت و لباس پلو خوری و عرق خوری تو جاهلی؟ چطور مایه؟ آخه این کلو مخملی مخصوص جاهل هاست والا این دور زمونه دیگه جاهل به اون معنا نمونده تهشو داره بردن کلو حیبت داره ما هم میذاریم سرمون بینم عباس آقا گفتی من چون یه زنم ممکنه تو اسمان باعث زحمت هم بشن ها؟ باز خیلی بی سلیقه باشن که کاری به کارت نشته باشن رانندگی هم کار خسته کننده ایش اگه خسته شدی بده من واسهت برونم تو برونی؟ من تو رانندگی بلده بله تصدیق یک دارم چی خیال کردی؟ مرگ من پس بی برون ببینم من که تالا نایدم یه زن پشت کامیون بیشینه بیه جلو فرمونه بیدی تو دسته آخه آخه چجوری بیام نمیشه که آخه این دنده نمیذاره این هم دنده به فرمون زنمش جلو بیدی تو دسته بری من خیلی وقت خاطرت رو میخوام عباسف کفن بشه این تن بمیره یکی این روزا میخوام بیام پیش ننت خواستگاری من میمیرم استاد پری جون عجب بلایی هستی ها واسه رسیدن به مقصود چه کلک ها میزنی من که گفتم مرد ها هزدار جور کلک تو آسینشون دارن اما من غیر از اونام من خواهد خواهد خواهدم باست الان یه ماش به من بدی که به هم ثابت بشه ای نکم دیگه به موت قسم نیت بدی ندارم میخوام بهت خدمت کنم دختر تو محرم بودی که با تنها اومدم عباس آقا پس سو استفاده نکن دیگه نمیتونم
این حرف ها دیگه زیادیه پری جون. خوب موقع گیرت آوردم، یا ما رو راضی کن یا اجازه بده یه جوری خودم راضی کنم. آخه الان نمیشه عباس آقا، نمیدونم چه جوری بهت بگم. چه جوری بگی نداره، همین پشت کامیون جای مرکه. نه قربونه برم، چرا حالیت نیست؟ بیا در گوشت بگم، فهمیدی؟ دختر بچه را زودتر نگفتی. برو پشت همین تپه وفا کارتو بکن و بیا. موضوع مارمورم باشا. قربون تو چه پسر ماهی هستی، همین الان برمیگردم. برو تمام یا خود بریم تو فور. لابد بعد جوری گرفته بودش، بریم سیاحت کنیم. پپر پپره پره پره تمام نشد، بعد جس نکنه خیال داری من بیام کمکت. کجایی دختر؟ ای دل غافل پره، آخه لایی که ور بپره. انقص منو تو حالا بلا نند و دخمر، حالا پیدات میکنم شیطون. منتظر من یاره کامیون. باشتا باشتا بینا باشتا کامیون بردن. باشتا لیلا 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 هرچی خواستن لوتیا حاضر اینجا، پیشکش اهل دل سور و سات ما. پنسیر عرق صد گرم کالباس، رد کن بره رو میده احباس. هیچی نداره لذت نون و پنیرو، باش بی خیالش و سپقی رد کن چهتی رو. هیچی نداره لذت نون و پنیرو، باش بی خیالش مستقیرت کن چدی رو. زندگی زود گذره، چیزی نیست جز یک مشتی خاطره. بی خیال باش بی خیال، عمر ما مثل خوابی میگذره. زندگی زود گذره، بی خیال دنیا، بی خیال امروز، بی خیال فردا. هیچی نداره لذت نونو همیرو، باش بی خیال شوست تغییرت کن چدیر رو. خواستن لوتیا حاضر اینجا، پیشکش اهل دل سور و سات ما. پنسیر عرق صد گرم کالباس، رد کن بره رو میده عباس. هیچی نداره لذت نون و پنیر رو، باش بی خیال شوز فقیر رد کن چدیر رو. هیچی نداره لذت نون و پنیر رو، باش بی خیالش سلام مریم جون. سلام. بشین. نه سلام. سلام و زهر مار. سلام سلام حسین جان. بفر بخور من دوباره بفر من یه چای بخور بفر من جان. دیگه نمیدم دوباره برای پسره بکردی، حالا هم زود برو تو اتاقه. بله 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 بله، بهترم از بری. خوش آمدی جانم، با سلامت برو جانم.
برو خدای خود بزش جلو پاتو نگاه کمه کوری یمان یا خدا حوشن جان به سلامت بفرما تو بسیاری کارم با چی تبر نمت ولیس کن بزی بیا چی کارش داری تفرم برم مردی که بگو برم مردی که بگو برم مردی که بگو برم مردی که بگو برو آقا جان کر به دنیا آمدی کرم از دنیا میری برو ده برو من با تو میگم از حرف من بدی نمیبینی تو برو قربان تو برم برو جانم برو برو اینا لاشخوره میزنن تو رو شلب کنن برو برو زورتو برداره بیا شش هفت نفرم به سلامت خوش آمدی با مرگ تو از دست این اسخره ناراحتم این دفعه میزنم اینو تلافیش در میرم سرش داغنش میکنم الان پادرش در میارم ببینم آقای اسخره آقا خان خجالت بکش قباحت داره تو آمدی توی یه کافه در اینجا نصرمتی لاتخانه نیست تو شما بلوکنی که نصیحتتو به تو بسهم حواست جمع کن من خطرناکم بی خودی اسم امه من نیاری ببینم ای تو هم هم داری مالکی دارم احمد به قربونم باشی بچه ها باشی بده من پولو پول چی جیره بوده؟ دست مازده امشب دختره رو نیکنم یه دم از دقب عربا بده جلو نگه 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 چه بی بخار فقط این تیری سیمنتی رفته بالا نگه بده بیا زن چی چی را؟ پولم شب مریم و من که پول ندارم از آقا رحمت بسون بده من پولو بابا هی میگه بودی من پول بودی من یکی دیگه زحمت کشیده یکی دیگه پدرش در آمده خانه خرم میسی که بیل زد این گردم کلوف میخواد پولشو بخورد خجالتم نمیکشد بفرما خب این پولا چرا اونجا ندادی؟ هیچی ارزم به حضور جناب عالی خواستم برای درآمدش یه زحمتی به خودتان داده باشم این گردن کلوف زیادی برمیزنی تو این شهر کافه زیاده همشونم خواننده میخوام دست مریمو میگیرم و میبرم پسی پولو که اسدیم دیگه چی میخوای خیالتم نمیکشه بیا برو ها خواب زنانه جم بگو ببینم که درآمد امشب ما چقدر چیزی که نبود چطور چیزی نبود دستی خرکوتا آها گدابازی در نیاردی قربان تو برم جان من چقدر حساب کن توی حساب کن دستتو بکش با مرگ تو خیلی امشب ناراحتم همچه حواسم دارم ولی خوابم هم میاد میخوام یه چرتی بزنم با اجازه ببخش اینا قربان تو برم روز بازی بسته بابا هه رحمتی میزنم ایتا رحمتی بخی زنگ میزنم برو ببین کیست زنگ نمیزنن که زنگ گوشه تو زنگ زنگ میزن بگی بخواب بگی بخواب رحمتی بخی درو از پاشنه درو بزن ای با درک در آوردم یه دره دیگه میخرم بابا خجالت بکش خیلی پول دارت میخواد یه دره دیگه هم بخره تو چه مربوط اصلا ده بجون بابا پولشو من میدم تو رسنه نه بابا بیجو هی بول میزن نمیزن شلوار منو بکشم بالا خانه خرم دیالا یه سر با سر با نظر با تو بگیم من آدم خطرناکی هستم هیچ حاله چی هم نمیتونی بکنی برو کشک تو بسا کشک تو بسا کشک میسی که من کشک سابم چه خبره برای آمدیم که خانه خرم زیر 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 ولی میکنه خانه خرم دیگه آمدیم دیگه برای چه خبره آقا حیا کن بابا جان میسی که سر آورده بدبخت فکر نمی کنه تمام مسافرهای من زهر زبره کرده اصلا حیا کن خجالت بکش هی داره میزنه ول نمی کنه خانه خراب بزن 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 سلام علیکم چی میخوای؟ کافه من تعطیل مسافرخانه منم پره برو بکره تو خودی آمدی ما اومدیم آبجیمونو ببینی آبیجی؟ آره کدام آبیجی؟ مریم اینجا خوننده برو پسر جم برو پای کار تو برو مسافرخانه من جای این حرفا نیست و تو بگویم من آدم خطرناکیم ما آبجیشیم تو آخه من تیک آبیجی مریمی یعنی بنده اینقدر علو فشندیم برو بگردیم یله داره واکن اینا همه چرا هول میدی خواب؟ ما اینیم بودم جیگر داری رو تو زیاد کن خیلی خوب جیگر سرما زده خوش شده اله من گو باز کردیم از کجا باز بریم مسافرخانه بالا است بفرما نوبت من میرسه مفنگی یه زیر اونجوری من نزنه دریوریم نگو فهمیدی نه بخش به پشت سپا تو چشت نره من چشم ندارم جان بفرما برو جان برو بالا برو برو ناکس باشه در تور ما رو نگاه میکنه ده یال نده مایکل قشنگ دارم تماشا میکنم دیجن بفرما بفرما چش ده یال نده
بابا تکلیف من معلوم کن، یا جلو برم یا عقب. یه قربان زود باش. با تو بگویم اگه دروغ گفته باشی پاسوبان صدا میکنم. من خطر نگم. خیلی خوب داره تو بزن داشم. او 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 بی خودی من داداش صدا نکن. من داداش تو نیستم. من خطر نکم. باش آقای خطرناک. زود باش صداش کن. یا الله بی خودی دوشکول نزه من با در دیوار میزنی. خیلی خود باش دیگه. والا یه آقای آمده زیر بال پرش باد گرفته. میگه من خواهر شما هستم. من که سر در نیاوردم. سعی کن الان در باز میکنم. بفرما. سلام. ها؟ همین توفه هست. شما کی هستین؟ سلام علیکم آبجی جون، چطور متاری؟ وای خدا مرگم بدی. این دیگه کیه؟ نه ترسیونم، منم. قربونی شکل آقای خدا قربان صدقه نروزینی که لخت هم آدم هست. سخت میزنم گردم برای. اوه چرا میزنیم؟ مگه صدقه نمورد؟ ما که نزدیم. سلام مریم جون. وای چه خوشگل. قربونت برم الهی. چی شد قیافه یه خودت در بردی ها؟ مجبور شدم آبجی، از ترس اینکه نکنه منم مثل تو گرفتار این گرگایی در رنده و این لاشخورای عوضی بشم، این لباس مردونه رو پوشیدم. مادر چطوره؟ خوبه الحمدلله، فقط هنوز ضعیفه، نمیتونه درست حسابی حرکت کنه. بالاخره من سر در نیاوردم که تو مردانه یا زنانه. زنانه؟ والا دور سال زمانه عوض شده ده، نمیفهمه کی مرده کی زن. ناکه نترس، نراحت نباش. این خواهرم پریه، من که خیلی راجب اون با تو صحبت کرده بودم. پری خوشگله؟ آره بیلایی که من قربان اون خوشگلی تو بره میلایی فدا. نراحت نباش، من دیگه برای تو خطرناک نیست. نمیتونی باشی. رحمت علی خان، شما دیگه بریم بخوابین، خیالتون راحت باشه. اگه میخوای من همینجا باخوام. خب دارم مهربانی میکنم دیگه. قربون معرفتت. شما هر جوری هست این شبان اینجا بخواب، این صوب یه تختی زفه میکنم. ماشالله چه بانمکی. قربان توشتی همه بانمکم. مریم جون تو حالت چطوره؟ قربون تو برم. خب قربان تو باشم من الهی. پری خوشگل خوب کاری کردی آمدی، نصف شوی حال ما رو جاب. تی قربا به شما داره ببن. شب بخیر، موازی با خرجم باشه. آدم خوبیه، هارت و پورت زیاد میکنه اما بی آزاره. خب بگو ببینم موضوع چک چیه. چی بگم خواهر؟ تو بد چله ی افتادم، گول این مرتی که یه حق باز رو خوردم. یه وقت فهمیدم که کار از کار گذشته بود. 50,000 تومان از من چک بی تاریخ گرفتی. پدرشو در میارم، اگه شهر شهر هرته. مینم شبا اینجا آواز میخونی چیزی هم بهت میده؟ نه، شب به شب پولا رو از رحمت علی خان میگیره، یه شیعی هم به من نمیده. بی معرفت ناکس. قصه نخور، خدا بزرگ درست میشه. چی بود؟ خواهر مریم بود. اسمش چی چی بود؟ آخه پری خوشگله بود. کارش خیلی مشکل بود. به جان عزیز تو واقعا اسم با مسمایی دارد. تو بیمیری خوب چیزی هم که تو پول مپول و سرحال. خیلی خوب، بگی بخواب بابا حال نداری. با مرگ تو نباشه، به جان عزیز دیدنش همچی من سرحال آورده. من که خوشم آمد به جان تو. فایده چی چیست؟ تو آبرو هرچی مردست برده. او با من اینجوری حرف نزن، من آدم خطرناکی هستم. بگی بخواب بابا، تو هیچی هم نیستی، خیال میکنی. هیچم نیستم. باشد، همچه اگه تو رو دیغمر نکردم سب کن. آره جون تو دختر خوب چیزی بود، واسه دیدن بناهای تاریخی اصفهان اومده بود. خلاصه تا اومد به خودش به جنبه سر از آمان من در آورد. خب اینجا یکی از جاهای دیدنی اصفهانه. آره بعدش هم خودشو واقعا کشت تا شاید من نمره تلفنمو بهش بدم، اما ندادم. همون یه دفعه بس بود. خودت میدونی من هیچ وقت با یه زن موندگار نیستم. خب واسه اینکه کسی رو دوست نداری، چون وقتی آدم یه زنی رو دوست داره اصلا دیگه هیچ زنی به نظرش نمیاد. از نقطه نظر من مریم قشنگترین و جالبترین زن دنیاست. برو بابا، عشق چشتو کور کرده، اصلا دیگه قوه تشخیص خوب و بد نداری. میدونی مرام من از هر چمن گلی بچین و بروه. طور بیمسئولیت آدم زندگی کنه بهتره، اما یه اتفاق ساده منو با مریم آشنا کرد. به جون تو یک دفعه به کلی زیر رو شدم، حالا دیگه باید هر شب اونو ببینم، در حالی که خودت میدونی هیچ با وضع زندگی خانوادگی من جور در نمیاد. چیه؟ حتما یکی از دختر هست. خدا کنه.
دختره رو. سلام. بها. سلام عرض کردم جناب آقای پرویز خان. حال جناب عالی چطوره؟ حرف تو بزن. سلام لور بی تمنیز. چی میخوای؟ اجازه بده چاق سلامتی بکنیم، حال احوالی بپرسیم. بده قربان. نمیخواد. حرف آخرت بزن. با چشم. میزنم. راجب کرای خانه عقب افتاده کافه است قربان. باز گرفتار عموچون شدی ها؟ ببینم. بازم برات اجرایی صادر کرده؟ مرگ تو اون دیواری از دیوار من بدبخت کوداتر پیدا نکرده. هر وقت شما عصبانی میشه و ده فوری اجرایی برای من بدبخت صادر میکنه. خب جونم بالاخره این بدهی تو باید یه جوری بدی دیگه، و الا تا آخر عمر گیر عموی منو اجرایی هستی. خب قربان تو برم الهی، مهلت را برای یک همچه روزایی گذاشتنده، اما این پیر سگ نمیذاره تو بمیری. آهای مواظب باش، پیر سگ کیه؟ ببخشید پیر گربه. خلاصه پدر منو در آورده پس. والله رحمت علی، خودت میدونی که من دیگه هیچ دخالتی در امور مالی مادرم ندارم. عموم همه کارا رو میکنه. بنابراین من هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم. اینطوری راحت ترم هستم، چون واسه خودم عشقمو میکنم و تا دلتم بخواد دوست دختر دارم. به من بد نمیگذره. خوش به حالت، خوش به حالت. واقعا خوش به حالت. خوش به حالت که مثل من گرفتار یک ماده پلنگ اصفهانی نیستی. راستی ایوشن خان، از جریان دیشب خیلی معذرت میخوام. این اسخره پدرسک شما رو ناراحت کرده بود، میدانم، ولی مریم شما رو به خدا خیلی دوست دارد. نمیدانی چه دختر نازنینیه. راسیای پرویز خان، یه شب به اتفاق بیاین کافه ما، از شخصیت شما کم نمیشه. مگه دیوونم بیام تو کافه آشغالت؟ حالا هوشنگ یه دلیلی داره که میاد، اما من بیام بگم چم منه؟ آها، آو، اختیار داری قربان تو برم، خبر نداری. اوس روز یک ماه پیکری به نام پری خوشگله از شیراز آمده اصفهان، میخواد چند تا کافه بخرد. با نظرم کافه شما را هم پسندیده، با من هم وارد مذاکره شده. اما پرویز خان، به جان شما، به ماه میگه تو در نیام، منم در نمیام. پولدار، خوشگیل، سرحال، سالار، شیرازی ها را که میشناسی. خلاصه هرچی از خوشگیلیش بگویم کم گفتم. نمیدانی چه لعبتیه، نمیدانی ده. باز چخان کردی رحمت، حالا با ما ره؟ از غذای اتفاق امشب میاد کافه اوز احواله ببیند. شما هم بیا قربان، اگر دروغ گفته بودم دستور بده شما اونجا اصلا بکلی گل بگیرن، اما اگر راست گفته بودم یه مهلت هفش ده ساله با ما بده دیگه قربان. آها، چی داری میگی؟ اشتهات برم چند سال مگه میشه؟ بله قربان، چرا نمیشه؟ قبول، امشب میام کافه، فقط بهت بگم اگه دروغ گفته باشی باید بری یه کار دیگه واسه خودت پیدا کنی. باشه قربان. کافه تو میبندم. باشه بابا. چشم. زنگ میزنه تلفن میسنه. الو، شما هستین مادر؟ سلام. بله کار که خوب همیشه دارم، چطور مگه؟ چشم، همین الان میام، همین الان. سلام منو برسن. نمیدونم مامان با هم چی کار داره، گفت یه سر بهش بزنم. تو هوشنگ هستی، من برمیگردم. آقا جان، تکلیف بنده چیه؟ بمنم یه رفع زحمت بکنم. عموم زحمتو کم کنی بهتره. به عموم میگم چند روز دیگه بهت مهلت بدن. فقط مواظب باش موضوع امشبو به من دروغ نگفته باشی. همین. مطمئن باش قربان تو برم، خیالت راحت بکن برو. این حرف چیه؟ خب بشین رحمت علی. چشم. آخیش تعریف کن ببینم، این از خلی خیال نداره دست از سر مریم برداره؟ والله قربان تو برم خیال نمی کنم، برای اینکه یه نندنی به این خوبی رو مگه دیوانه است مردی که ویل بکنه؟ یکی دیگه داره آواز میخانه، یکی دیگه داره جون میکشه، اون نامرد نشه باشه پولش میگیری میره ده قربان. بله. حالا این موضوعی که گفتی حقیقت داره یا همینجوری پروندی؟ اصلا پری خانم میره هست یا نه؟ پری خانم؟ باها. پری خانم کی جان؟ بله اختیار داری قربان تو برم، همین امشب که تشریف آوردید کافه خواهید دید که بنده خلاف عرض نکردم. کی جرأت داره به پرویز دروغ بگوید قربان؟ پوست بنده رو میکند. سلام مادر. سلام پسرم. با من کاری داشتین مادر؟ آره جونم، میخواستم ببینمت، امروز سراغ ما نیومدی، دلم برای تنگ شده بود. ممنونم. این رحمت علی اومده بود پیش من، باز آه و ناله میکرد که یه خورده بیشتر بهش مهلت بدید. خب غلط کرده، این مرتی که پدر سوخته ما رو پاک مسخره کرده. کرایه کافشی که نمیده، هیچی مرتب هم مزاحم ماست. خب بیچاره سمو جون، باید یه خورده مواظبش بود. والا من نمیدونم چی کار کنم. از یه طرف مسئول حساب و کتاب شما هستم، از یه طرف هم باید دلم به حال این بدهکارهای حق باز بسوزه. عموت راست میگه، اگه نتونه کرایه ها رو جمع کنه پس چطوری مواظب ارث مرحوم پدرت باشه؟ بابا همه چیز آدم که پول نیست، بالاخره اونم بشره، یه آدمه، فعلا نداره، باید یه جوری باهاش راه اومد. خیلی خوب بگذاریم، راننده پیدا نکردی؟
هنوز که نه. من واسه راننده تو روزنامه اعلان کردم، اما اکبر راننده خوبی بود، بی خود بیرونش کردی. نه نه موجود، من راننده میخوام نه جاسوس، که هر کاری من بکنم همه شهر خبردار بشن. تو کار بدی نمی کنی که از حرف مردم میترسی. خب خوب و بد برای آدم ها فرق میکنه. من مثلا ممکن بود با اشخاصی معاشرت بکنم که شما عمو جون خوشتون نیاد. چی میگه من چرا خوشم نیاد؟ تو جوان آزادی هستی. والا شاید شما دوست نداشته باشین که داماد هرزه‌ای مثل من داشته باشین. دور از جون شما این حرفا چیه؟ خب دیگه عقیده ها با هم فرق میکنه، اگرچه من فعلا خیال ازدواج به هیچ وجه ندارم. ای وای قربونت برم پسرم، مرد باید زن بگیره، خونه و زندگی درست کنه، از این بی سر و سامونی خودشو نجات بده. حرفتو قبول دارم مادر، ولی با کسی ازدواج میکنه که دوستش داشته باشه. ببینم، یعنی تو لادن رو دوست نداری؟ من اینو نگفتم، اصولا من میگم مرد باید عاشق زنی بشه بعد بگیرتش. خب ممکنه تو لادن. بسه دیگه، این حرفو چه میزنی؟ مگه عروسی کردنم زوره؟ تو رو به خدا راجع به من حرف نزنید. بله درسته، از خودتون بگین، تا ماها رو گیر میارین همش راجع به عروسی ما دو نفر حرف میزنین. آخه بالاخره باید این موضوع روشن بشه. کدوم موضوع؟ فعلا که من خیال ازدواج با لادن یا با هیچ کس دیگر رو ندارم. خیلی دلت بخواد، از لادن بهتر پیدا نمیکنی. خیلی خوب، اگه پیدا نکردم خبرتون میکنم. فعلا خدافظ. حالا یه خورده دیگه باش، کجا داری میری؟ کار دارم مادر. عجله داری، همش تقصیر تو رو عصبانی میکنه، اخلاق بدی داره، همش تو فکر شدن منه. خب بابات دیگه میخواد یه جوری تو رو آب کنه. وا مگه من سر راه افتادم یا خدایی نکرده ترشیده؟ ناراحت نشو، من از دست بابات خیلی عصبانی. عیبی نداره جونم، ببینم امشب میای بریم سینما، یه فیلم خوبی میده. نه امشب گرفتارم، ان شاء الله یه شب دیگه. من که هر وقت به تو میگم تو یه بهانه ای میاری. خب پس نگو اینجوری سنگین تری دختر. عجب میرسه. دارسون بیا اینجا. سلام. سلام. بفرمایید چند نفر؟ مگه نمیبینیم دو نفریم دیگه. دو نفر؟ پالتوهای ما رو ببر رفتن. در ضمن به رحمت علی بگو که پرویز خانم اومدن. چشم قربان. زود باش منتظرش هستم. چشم. بریم. دست من به دامن تو پری خانم جان، قربان تو برم، تو رو خدا برای من فرستاده، تو باید با من کمک بکنی. بابا اینی که تو میخوای اصلا عملی نیست، من چطوری خودم رو جای یه زن ثروتمند شیرازی جا بزنم آخه؟ فرید جون کار مشکلی نیست، فقط همین امشبه. بله فقط همین امشبه، آخه من به این مردی که قول دادم آخه. تو باید به خاطر منم شده این کار بکنی، شاید این مرد که داره طبیله من نبنده. تو بگو آقایلم تو که همیشه به مردم کمک میکردی. آره اما من نه لباس دارم نه سر و وضع حسابی، چطوری میتونم جای یه زن پولدار باشم؟ قربان تو برم پری جان، تو لباس و جواهر جواهرات هر چی بخوای از زن من به تو میده. تو بمیری یا این منو ورشکست کرده در عوض خودش علا پولدار شد. آره تو بمیری، اینا رو من از خونه بابام آوردم. آخه تو اصلا بابا داشتی تو از خونه بابا ورداری بیاری؟ با مرگ عزیزی تو این گاو نهمن شیرده 24 ساعت منه دوشیده. این من بدبخت که واسی اون با گاو زندگی بکنم. او 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 حواست جمع کن، من آدم خطرناکی هستم. خیال میکنی؟ آره جو این حرفا نیست، برو لباس و جواهرات بیار، من پری رو راضی میکنم. آخه آبجی این کارا عاقبت نداره. عاقبت کار با من قربان تو برم، تو قبول کردی دیگه، قبول کردی من بمیرم جان من. بدو زن زن بدو لباس جواهرات بده بیارم. بدو بیار بدو شکم بمیرم. یالا بفرست از رحمت علی پس نیومد. من میترسم اصلا پری خانمی وجود نداشته باشه. رحمت علی هم از سرزش فرار کرده و یه جایی قایم شده. درشو در میارم، مردی که پدر سوخته منو دست انداخته، حالا میبینه با کی طرفه. از مریم هم خبری نیست، نمیدارم اون چرا دیر کرده. عرض کردم قربان، تعظیم عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدید. کابل امشب نور باران شد، ای بفرمایید که همه چی سرخگوی حق باز. دروغو؟ در ذات بنده دروغ نیست قربان، آدم خطرناکی هستم ولی دروغ. از سایه پری خانم تلفن کردن که فوری فوری حرکت آمدن. تازه خانم تلفن کرده. کم چاخان کن مرد. چاخان قربان در ذات بنده اصل است. من حرفی که زدم سمن هستم ولو کافی من فقط به هم بخوره.
خلاصه بهت بگم، من تا یه رو به دیگه منتظر میمونم. اگه اومد که آه ملاحظه بفرمایید، آمد قربانتون برم، آمد ملاحظه بفرمایید. سلام علیکم قربانتون برم. از گور که بد چیزی نیست. شب گربه سموره، اول بذار بیاد جلو بعد تعریف کنم. به کدوم یکی باید کار کنم؟ این طرفی اون بسر سیبیل عویزانه، این بری هم بفرماد ایجام، بفرماید، بله بفرماید، 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 خواهش میکنم بفرماید. حضرت علیه علیه پری خانم آیه پرویز خان آیه هوشنگ خان پروازی. خوشبختم خانم، ببخشید. سلام عرض میکنم. سلام، متشکرم آقایون، بفرمایید. بله بریشیم اینجا سروا قربان بفرمایید. پری خانم جان با اجازه، چی میل دارید برای شما بیارم؟ شامپاین داریم. شامپاین؟ ما والا شام بالا میخوریم، چطور مگه؟ پسر خانم شامپاین میل دارن، اونم یه جور مشروبه. بله قربان میدنم، ولی ما کارگر که نیست، اصلا میفرستم الان برای شما بیارن. چش چرا؟ زحمت نکشین، من از همین ویسکی میخورم. باشه هر جور میل شما. چش کافه خیلی کثیفی دارین آقا. ولی نفهمیدم با شما بگویم که من بله 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 جای خیلی کثیفی اصلا، صاحبشم چندان تمیز نیست. خیلی خب برو دیگه بسه، جای این حرفا بگین خوراکی چیزی بیارن. برو مطلب نکن. با چشم تو عینم. چشم با چشم. از آشناییتون خیلی خوشحالم، واقعا سرفراز فرمودید. اوه ببخشید با من بودی؟ بله پرویز خان گفتن که از زیارت شما خیلی خیلی خوشحالم. متشکرم. صاحب این کافه به من گفت شما برای فروش این محل آمادگی دارین، قیمتش در چه حدودیه؟ فروش کجا؟ هیچی، کافه دیگه. مگه رحمت علی نگفت که خانم برای خرید چند کافه به اصفهان اومدن و این کافه نظرشون گرفت؟ بله بله، هیچی آدم نبود. فرمودین قیمتش در چه حدوده؟ هرچی میخواین بدین خانم. نه این که تعارفه، چند میفروشین؟ والا چی بگم، باید فکر کنم فردا بهتون جوابش میدم. فردا که من وقت ندارم، من باید فردا به یه مسافرت کوتاهی برم. اینجا که جای معامله کردن نیست، اجازه میدین یه گلاس مشروب براتون بریزم خانم؟ بله بریزین. چطوری میخورین؟ مثل همه تا ته. منظورم اینه که صداش زیاد باشه یا کم. من با چیز کم مخالفم. خوشخوراکه پس زیاد بریز. خوشم اومد، خانم معلوم میشه اجتماعی و به اصطلاح خیلی معاشرتی هستن. نفهمیدم منظورتون از این حرف چی بود؟ والا یعنی همه فن حریف هستین، مشروب میخورین، سیگار میکشین، اهل معامله هستین. بله شهامت شما فوق العاده است. ببخشین دوست من اومده، اجازه میدین دعوتش کنم سر میز؟ فامیلش چیه؟ از خانواده خوبی هست؟ البته دختر بسیار خوبی، حالا میبینیدش. پس بگیم بیاد اینجا من ببینمش. خیلی خوب. شما چقدر مهربونین، از شما واقعا خوشم اومده. اینقدر تعارف نکنین، من خوشم نمیاد، سعی کنین خودتون باشین. سلام. سلام. بیا بریم سر میز من. نه بیا جونم، اشکالی نداره، یکی از دوستان پرویز، دوستم پری خانم اینجاست. پری خانم نمیشناسم، از خانواده خوبی هست. بابا اینا دیگه کیان، به خانواده‌اش چی کار داری؟ بیا بریم معرفیت کنم. بیا. سلام، اومدم. خوشبختم مریم، دوست من. بفرمایید. خوشبختم. بشین دختر. نمیدونین چه صدای خوبی داره، خواننده. خواننده است؟ بله. پس خدا حافظ. خواهش میکنم، خواهش میکنم پری خانم. بی لطفی نفرمایید خانم، خواهش میکنم بفرمایید بشینید. بسیار خوب، چند دقیقه دیگه وقت دارم میشینم. بفرمایید صدام خانم. مشروب چی میخوری مریم؟ نه بابا الان باید بره روسه، نمیتونم. اومد. خب دیگه بشینین. آخه باید برم برنامه اجرا کنم. خودمون یه برنامه بهتری اجرا میکنیم. آخه بشین. دعوا میشه. دعوا؟ خب دعوا شونه بود جا نرفر. مثل که واقعا میخواد دعوا بشه. نه به نظرم به من میگیدن. یارمی بزن تو جونت بزنه. چطور بود؟ خوشت اومد؟ دیوانه کردی، بیشنش کردی، بزن بچه که سرشن گرم آنو شیده بکنه جوجه رو من دست بله میکنه کافر گیر میکنه ایجی کافر گیر میکنه
شد خیال کرد آزی شیر گلوله ایم بلش کن بیا فری خانم کو کجا رفت ای والا بابا میخواستی تو این بازن بزن اینجا بماند اون خانواده دارم مدفت بودویی به اون میرسی بریم اوشانک بودو جانم بودو بابا بودو بدبخت عاشق پیشه رو نگاه کن تا چشمش به یک زن میفتد آب از لکه لوچش را میفتد کجا رفتش سوارشو بریم شاید پیداش کنیم نباید زیاد دور شده باشه سلام عرشد قربان سلام علیکم یه پول چایی هم اما بده این مرحمت کردیم بحر این هم سیار رحمت علی این چی بینم آرام حیوان این چه طرز حرف زدنه این چه طرز آمدنه توی کافه هست ناسلامتی بنده اینجا رئیس مدیر کافه هم این چی بینم خودتو بگویم حواست جمع کن من خیلی خطرناکم برو دو صورت تخته کن مریم کجاست؟ من چی میدنم مگر من لله اونم او پس برنامه چی میشه؟ برنامه لابد میاد خودش اجرا میکنه دیگه چیه؟ کجا نگم اونی؟ سلام با این پسره رفته بوده؟ با پچون آبینا؟ اشخای نخارم یکی دیگر رفته بوده پچون آبینا؟ مرد که چه تو کلا تو با اجازتون از اینجا تکون نخورید تا با مگه بازم دعوا شده؟ به نظرم بچه آدمه بزنش 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 باریکالله خوب زدین خوبم شکستین باریکالله باریکالله آفرین آفرین ماشاءالله زور بازوی خوبی دارید عجب فرزی ها آره خوشم اومد خیلی بزن بزن دوست دارم همیشه میرم سینما فیلم های سر و سر زد و خورد و تماشا میکنم آره پری کجاست پری عجیب است چرا امشب همه خیال میکنن من لله این دخترم قربان تو برم مگه ندیدی تا دعوا شد زد بچک این زن منو داره میکشه بی‌اعتنایش منو داره دیوونه میکنه بهش گفتم اینجا بمونه خب قربون شاید کار واجب تری داشته که رفته من با مریم میرم بالا برم چی شد ببینم ماشاءالله بله قربون نفهمیدم چطور شد زدن شکستن رفتن خدا شاید این دفعه بیان اینجا قلم پاشنه میشکنم پولم سو برابر میگیرم آره تو بیمیرم چورت کار بده بقیه درآمد حساب بکنیم 2-8-10-0 اجزا بدین قرمون اجزا بدین منو میگن راننده ی وارد ماشین حاضره قرمون بفرمایی نه میخوام یه خورده پیاده را برم ببخشین قیافتون خیلی دلخوره نمیدونم چرا دلم گرفته ماشالله
میگم آقا دوا زیادی خوردی. سر به سرم نزار، حوصله ندارم، اوقاتم تلخه. نکنم چی؟ ارباب ما رو بستر، ای خدا. صدای با نمکی داری؟ پیشکش قربون. ببینم عاشق شدن چجوریه؟ یعنی شما تو حالا عاشق نشدی؟ نه، اما چند روز بعد جوری تو فکر این دختر پریم. میدونی ماشالله چیه این دختر منو گرفته. بشین پلی من، چاش قربون. من زن زیاد تو زندگیم دیدم، همشون از خدا میخواستن با من دوست بشن. خب منم ازشون استفاده میکردم. هرچی بیشتر بهش نزدیک میشم اون بیشتر از من فرار میکنه. میگم خب لابد قهرمان دوه. اینقدر شوخی نکن، من دارم جدی حرف میزنم. داره منو دیوونه میکنه.
ولی قربون، قیافتون پیداست. مثل اینکه وقتمو بی خودی دارم تلف میکنم، تو هیچی سرت نمیشه از اون آدمای خشک و بی احساسی. آخه چرا ساکت شدی؟ خب یه چیزی بگو. پس درست فهمیدم. ممکنه قربون، فقط یه چیزی رو بهتون بگم، عاشق شدن ما با عاشق شدن شما خیلی توفیر داره. ولی چه فرقی داره؟ یعنی شماها میفهمین عشق چیه من نمیفهمم؟ یا قربون بهتر نبریم بخوابیم، امشب زده به سرتون، دعوا زیادی خوردین، احساساتی هم شدین، عقب دعوام میگردین، حاجیتم تازه این شلقو پیدا کرده، نمیخوام به این زودی بیرونم کنی، پس بهتره بریم بخوابیم، این تم بمیره بریم بخوابیم. من احمقا بگو که دارم با تو درد دل میکنم، تو چه میفهمی من چی میگم؟ چه میفهم؟ بله قربون، ما خریم، ما اصلا حالیمون نی، اما اینطوری خیلی بهتره. سواشو بریم. با چشم خودیدی که با اون زنی که سر یه میز نشسته بود؟ بله قربون، این دفعه دومه که میبینمش، هر دو دفعه تو کافه رحمت علی بود. پس همینش هست که ازدواج با لادن نیست، سرش گرمه، یک بلایی سرش بیارم که عشق و عاشقی یادش بره. ببینم میتونی چند تا لات و لوت برام پیدا بکنی؟ یه ارخشون چند باشه قربون؟ پولش مهم نیست، میخوام این دختری رو که میگی از این شهر بیرون کنی. نه عصب کن، دستگیرش کن تا من بعدن بهت بگم چیکار کنی. حالیت شد؟ بله قربون، همین امروز دو سه نفر نخبه پیدا میکنم میرفستم دنبالش. خیلی خب، بیا این 1000 تومن بیانه، دختره رو فوراً دستگیر کنین و به من اطلاع بدین. رو چشم قربون. چی؟ چرا مزخرف میگی؟ مگه من همچی حقی رو ندارم؟ بله من زن دیگه رو دوست دارم که با لادن خانم شما هیچ قابل مقایسه نیست. مگه از رو نشه من رد بشی بری تو هجله؟ من نمیذارم تو با هر بی سر و پای عروسی کنی، فهمیدی؟ شما مادر منید، ولی آدم بسیار خودخواهی هستین. حالا که اینطور شد من عروسی میکنم و شما مگه تونستین جلوی منو بگیری؟ زن نار بهت نمیدم پسرای بیادب. پولتون مال خودتون، همین پوله که شماها رو اینطور عوض کرده. شماها نوکر پولین، آخرش هم همین پول شما رو خفه میکنه. برای از این خونه ببر، این خونه برای من مثل زندونه. زود باش. چشم خورمون چشم. تا گریم خورمون. کجا دستور میفرماییم برم؟ نمیدونم، فعلا که خیلی عصبانیم، همینجوری برو تا بهت بگم. چشم قربون، سیخکی راست شکممو میگیرم، ده برو که رفتی. حرف زدن تو هم واقعا خنده داره، این چجور حرف زدن؟ خب الحمدلله که بوقتون وا شد و خندیدین قربون. تو دوست خوبی هستی ماشاءالله، وقتی تو رو نگاه میکنم یاد پری میافتم. نیست چند وقت پروش دیل بوی اونو میدی؟ آقا کرتیم، نو کرتیم، اخلصتیم، چه اخلصتیم دیگه، چی میخوای واسط بگم قربون؟ کاش که یه خورده از اون صفا و صمیمیت تو رو پری داشت، همش به فکر معامله و پول و از این حرف هاست، اصلا توجهی به من نداره. ور اون ذات و جد و آبادش سلوات که بخواد شما رو اذیت کنه. میدونی آقا برویز، از شما چه پنون، این پری خانوم ما هم خیلی اذیت میکنه، تو نمیری پا گیج اون کرده. برو دیگه، چرا مگه اونو میبینی؟ مهریه، مهریه، نگهدار، نگهدار، همینجا نگهدار. سلام. سلام پرویز خانم، خوشگله، حالا چطوره؟ مردی که پدر سوختی خانم باز، بایدم بهت محل نظرم، خیال کردی منم مثل این درب داغونم؟ خواهش میکنم بفرمایید، اینقدر تعارف نکنید، بفرمایید. آخه میترسم مزاحم بشم. چه مزاحمتی، من شما رو میرسونم، بفرمایید، راحت باشید. پسر برو حرکت کن. کجا واسه برم قربون؟ همونجا که قرار بود. بازم سلام. ای با ما که با هم سلام علیک کردیم. خب بازم سلام علیک میکنیم. زاغ نبود. راستی از آشنایی شما خوشحالم، مدت هاست آرزوی اینو داشتم که لحظه‌ای در خدمت شما مرسی. باشم. مرسی. چه انگشتر قشنگی دستتونه، ممکنه اونو ببینم؟ خواهش میکنم. ای حقه باز، تو میخوای انگشتره ببینی یا باش لاس بزنی ناکس؟ به به، چه عطری، چه عطر مست کننده، وای که گیج کننده است. شما چه عطری میزنید خانم؟ آنفینی. افتارشو بذار که بو گندش در اومد.
ببخشید دستم خسته شد، اجازه بدید. راحت باشین. مدت هاست از شما خوشم میاد مهرگان. اگه بگم منم همینطور، من یه زن جلفی تصور نمی‌کنی؟ این چه حرفیه خانم؟ اجازه بدین به خاطر این همه محبت شما رو ببوسم. اجازه بدید. آی نالوتی. این چجور ترمز کردن دیوونه؟ جونم چشم سیاه تو به نازم ناز نمیشینه، اشکم روی گونه ها میشینه. وای وای مام. نمیدونن که قضیه چه قراره. قد شنگ نبودم. میگم یارو از خره پشماش ریخته، ببین چطوری مثل بچه آدم نشسته سر جاش. خب بیچاره چند دفعه کتاش بخوره دیگه تسلیم شده. پری قرار بود بیاد، نمیدونم چرا دیر چمه. حتما پیداش میشه. اونه هاش اومد. میترسم بالاخره یک کاری دست ما بدی. من به تو قول میدم که این دفعه آخره دی. مریم رفته سر میز اونا، از خرم ساکت نشسته اون گوشه. یعنی چی؟ یعنی میترسه؟ شاید تصمیم گرفته دست سرش وای داره بس که کتک خورده. معلوم نیست که چک 50,000 تومان مریم چی میشه. تو برگشت میخوره. سلام 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 پری جون. سلام پرویز. به خدا برای دیدن دلم یه ذره شده بود. متشکرم، من فقط برای دیدن تو به اینجا اومدم. حالا تو خوبه پری خانم؟ متشکرم. شما چطوری؟ مرسی. مریم خانم خوب و خوشگل چطورن؟ خب پرویز تو با من چی کار داشتی؟ والا خودشان گفته بودن یه کار واجبی با شما دارن که منم گفتم اینا هی حاضر. درسته درسته، ولی به نظر من بهتره امشب قبل از اینکه دعوا مرافعه بشه بریم یه جای دیگه با خیال راحت بشینیم و حرفامون رو بزنیم. متاسفانه من نمیتونم بیام امشب، میخوام مریم رو ببرم به ده پدرم. دلم میخواد عروس خوشگلشون رو از نزدیک ببینم. همین الان هم حرکت میکنیم. باشی. خیلی خوب، پس زودتر بریم. بریم عزیزم. بریم. بفرما دست. کجا مونی؟ اجازه بده پالتومو بردارم عزیزم. آی پسر. مثلا. پالتو بدی خدمت آقا. آره خب جون، خب باور نمیاد اونجا. آره اون موقع اومدن جازه. آشر مده فرمودید قربان، چوب پری کردینا. الحمدلله این شب دعوا مرافعه نشد، این گامیشه، خدا رو 3000 مرتبه شکر. ولی این تنها نشسته اونجا، میترسم یه نقش و پخشه زیر سر داشته باشه، چون بی کلک نیست. به ما چه مربوطه سونم، برو به مشتریات برس. نقشه ما عالی تر بود. عشق پرویز خان به پری خوشگله باعث شد جای خود به خود عقب بیفته. پری کله به این کله کدو. هاشی مریم بچه ها هاشی. کجا داریم میریم؟ والا نمیدونم، یه خود میگردیم. میدونین خیلی دلم میخواست با هم تنها باشیم. ما هیچ وقت با هم تنها نبودیم. آره خب چی میخواستیم به من بگیم؟ من خیلی حرف دارم با شما بزنم، اما وقتی شما رو میبینم و زبونم بند میاد. نیست خیلی کم روی این؟ نه نه جدی میگم، ممکنه دستتون رو بزنید تو دست من، شاید قوت قلب پیدا کنم بتونم حرفامو بزنم. چه انگشتر قشنگی دستتون.
نمیپرسین چه عطری زدم؟ چرا؟ راستی خیلی دلم میخواست بپرسم شما چه عطری میزنی؟ دستتونو نمیذارین پشتم؟ خودتونو ناراحت نکنین، اگه دلتون بخواد میتونین منو بغل کنین. چیز عجیبیه، من هرچی میخوام بگم شما قبلا میگین، پس راستی که دل به دل راه داره نه؟ آخه من اینا رو قبلا از دهن یه مرد دیگه ای شنیدم، یه خانم باز درجه یک، یه مرد هوسران بی چشم و رو. ولی من هیچ منظوری نداشتم، اینا رو در نهایت صفا و صمیمیت گفتم. والا نمیدونم شما چطور برداشت کردین. اتفاقا جلوی آپارتمان شما رسیدیم، اگه منو به یه قهوه دعوت بکنین حتما قبول میکنم. آره منم میخواستم همینو بگم. بس دیگه پرویز، نمیخوام دیگه چیزی بگی. سب کن عزیزم، بذار چراغ روشن کنم. بیا اینجا آپارتمان منه. چه خونه قشنگی دارین، شما اینجا تنها زندگی میکنین؟ آره مامانم اینا تو خونه پدریمون زندگی میکنن، من از اون محیط زیاد خوشم نمیاد، اینه که اینجا رو واسه خودم درست کردم که راحت باشم. خب البته اینجا برای یه جوان تنها خیلی راحت تره. خدای نکرده فکر نکنین من از اون جوانام که یه آشیانه عشق برای خوشگذرانی درست کردم. نه خیر ابدا، من همچی فکری نمی کنم، شما اصلا اهل این حرفا نیستین. اینجا هم اتاق خوابمه. میدونم. چطور؟ از کجا میدونی؟ خب معلومه باید اونجا اتاق خوابتون باشه، شما شبا رو مبلا که نمی خوابین. میخواین یه نگاهی به اتاق خواب من بندازین؟ نه متشکرم، من با اتاق خواب کاری ندارم. من نمیفهمم چه اشکالی داره اتاق خواب منو تماشا بکنین. راستی مگه به من اطمینان ندارین؟ به شما نه، ولی به خودم چرا، خیلی اطمینان دارم. پس چرا میترسین؟ بفرمایید. خب باشه بریم. بفرمایید، اونجا لولو خورخوره نیست. پس خودتون چی؟ اینم تخت خواب منه. لابد به قول رحمت علی اینم خود بنده هم. بله. بفرمایید بشینید. خب راستی عجب میزبان بدیم من. چرا؟ هیچی به شما تعارف نکردم. ای وای، مشروب میخوانی؟ نه متشکرم. شما میخواستین با من حرف بزنین، چی میخواستین بگین؟ پری من تو رو دوست دارم، باور کن راست میگم، میخوام باهات عروسی کنم. والا شما منو غافلگیر کردین. ببینم شما این پیشنهاد رو به چند تا زن دیگه کردین؟ به خدا به هیچ کس، تو تنها زنی هستی که این حرف رو بهش میزنم. من مدتیه که تصمیمم رو گرفتم، جواب بده، زن من میشی یا نه؟ به خدا نمیتونم باور کنم، تو رو به قرآن راست میگی؟ واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟ آره تو رو میخوام، دلم میخواد همیشه پروی من باشی، تو بغلم بگیرمت، ببوسمت، نوزت کنم. دوست دارم پرویز، امشب همینجا پلو من بمون. نه بهت بد نمیذاره. نه پرویز قول میدم بهت بد نگذاره، همینجا پلو من بمون. احمق، تو خیال میکنی منم مثل اون زرای بدکارم که هر شب تا صبح تو بغلت میخوابن؟ اشتباه نکن، به خدا من تو رو دوست دارم پری. پس واسه همین کار منو آوردی اینجا؟ تو دروغ میگی، شما همتون مثل همین، شما مردا از ما زنا فقط یه چیز میخوای، بعدم مثل خاک رو به تو خیابون خالیمون میکنی. ولی کور خوندی آقا پسر، من از اوناش نیستم، من تو رو دوست دارم، ولی دوست داشتن من با همه اون زنایی که هر شب میان اینجا فرق داره. خدا حافظ پرویز خان. پری صبر کن، به خدا تو اشتباه میکنی، گوش کن. ببین من یه لحظه نفهمیدم چی کار میکنم، منو ببخش، من عاشق تو هم پری. برو گم شو، تو هرزه‌ای، تو عادت کردی به این کار و عوضم نمیشی. پری توف بگیشانس. Oh, my God.
در آقا خواهد 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 باش نگم در باش تا صبح دولت هر بدمد برین رحمتی 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 اون پدرت وقتی بگیم این چرا صدا ها چیتیس آخه خب سر صدا یه بوزغالی یه سوس که دیزم بگی بخواب سوس چیتیس مرد انگار دوز اومده سته وقتی ای اما دوزه نه بابا صدای سوس که ما فهمیدم دوباره که تپیدی زیر لحاف اخه ببینم از کجا با تپم ای من نندست پای شینو بلد نیستم زهن اخه آخ کمارم آخ کمارم خیلی خوب بابا موقع دارم میرم چرا هول میدی دنیا رو آب ببین تو رو خواب برده ساکیت 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 صبح میرم دوزش کنم تو بیتون ته خیلی خوب بیلی آخره با این سلسله دوز میگشیم تو تا پدر من در بیاره تو فقط هوای من داشته باش وای دوست دوست دوستی گرفتم با غوره پدرت مردی که به دست سوخته بله بله دوست پدر بنده حسین میفرماید قربان من نوکری رو تو اتاق دیگم در نیاره اگه بیا بیرون میکشم وای ستون نمارم چشم الحمدلله در بست حالا من با راحت یه خوابی میکنم اینم کلم الله کی بود؟ هیچ کس زن جان هیچ کس هیچ کس پس با کی حرف میزدی؟ با خودم بابا جان مگه من آدم نیستم مهدومه که نیستی نه دوست بود نه سوسکی چی نبود پر کی بود آخه هیچ کس بابا جان یه مرد که گردن کلوفتی پشت در بود که میخواستم بزنم برم خدا مرگم بده اله امین کی ده بیا شست و سه هشتاد و شیش نود و هفت الو محسن آقا شمایی دختره رو گرفتیم حالا دستور میفرمایین چی کارش کنیم اینجای پرویز فرمایش باهات کار داشتم بفرمایید نکنه دوری پری خانم شما رو اینقدر عصبانی و ناراحت کرده پری کیه؟ دیگه بسه پرویز نمیخواد برای من رول بازی کنی چه؟ پری خانم عشق آقا الان تو چنگ منه نمیفهمم تو چی میگی؟ مگه امشب باهاش نرفتی تو آپارتمانت بعد از نیم ساعت اومد بیرون اینم دروغه؟ حالا منظور چیه؟ اول باهاش حرف بزن مطمئن شو که من دروغ نمیگم بعد با هم میشینیم مرد و مردونه حرف میزنیم اسخر تویی؟ دختره در چه حاله؟ ببین این آقا پسر قبول نداری که دختره تو چنگ ماست برو پری رو بیار پای تلفن باش حرف بزنه بله خواهم گوشی خدمته بریم بیاریم هر کسی چند روزه نوبت روز جونم الان عشق بزرگ تو کت بسته میارم اون وقت یا باید باش برای همیشه ودا کنی یا عاقل باشی و با ما کنار بیای الو بیا صحبت کن الو پری تویی؟ آره منم راست اون بی‌معرفت تو رو گرفتن؟ آره درسته اما تو خیالت راحت باشه پرویز آره حالم خوبه خب حالا قبول کردی که عمو دروغ نمیگه؟ حاضری با دختر من عروسی کنی یا نه؟ نه دیگه رنگ پری جونتون نمیبینی با اجازتون سرشو میکنم زیر آب مثل اینکه سینما زیاد میری حرفای گنگستره رو میزنی از اونام ما بهتر کارامونو انجام میدیم با یه تلفن من سرش از تنش جدا میکنم حالا حاضری یا نه؟ از کجا معلوم بعد از عروسی کلکشو نکندیم قول میدم قولتو بذار در کوزه آبشو بخور اول باید اونو از این شهر سعی و سالم بیرون بفرستم بعد با دخترت عروسی کنم خب اگه نکردی چی؟ فردا مهمونی بده خودم اعلام میکنم که با دخترت عروسی میکنم بعد تو پری رو آزاد میکنی من میفرستمش بره اون وقت برمیگردم سر سفره عقد
تو فقط جلوی همه فامیل موافقت کن که دختر منو میگیری، همین برای من کافیه. الو تو یسخر، گوش کن، فردا ساعت 4 بعد از ظهر شکارمونو میاری. کجا خوبه؟ فرقی نمیکنه، تو راه اصفهان و شیراز باشه. فردا ساعت 4 میاری زیر اولین پل راه شیراز. آره، بین راه اصفهان و شیراز، زیر اولین پل. خداحافظ. ولی پشیمون میشی عمو، من شوهر خوبی برای دخترتون نمیشم. اشکالی نداره، تو عروسی بکن، بقیهش با لادن. مالو به گوشم. گوش کن، فردا ساعت 4 دختره رو بیار زیر پل. گوش کن، بعدش هم صبر میکنی تا اخکنون تموم بشه، اون وقت کار پسره رو یه سره میکنی. باشه قربون، مطمئن باشین همچین کارمون رو انجام بدیم که آب از آب تکون نخوره. خدافه. بیان اینجا بچه ها. بله. خوب مواظب دختره باشین. تا صبح در اتاقش کشید بیدین. نقشمون یه خور عوض شده، دست مازه شما هم یه خود عوض میشه. برین سر. ساعت 4 هم نمیشه زودتر خلاص شیم. اکبر، دختره خیلی بی سر و صداست، نمیخوای یه سری بهش بزنی؟ ولکن بابا، تو هم حوصله داری؟ لابد کفه مرگشو گذاشته، خوابه. اصغر میگفت امروز بعد از ساعت 4 باید یه کاری کنیم، پسره رو از بین ببریمش. تون پوش خواهیم کردی. زن اون پدرش نوالیه. تو چی میخوای از جون ما مرد؟ من میخوام به این شوهرت بگم که خیلی مرد. نه مردست که ببین تقی، ای اصغر بیمرد باید یه حق حساب قلمبه ای بگیریم. ای نو مسلمونا، یه لیوان آب بدی من بخورم، تشنمه. پاشو بار یه خورده آب بهش بده، ولی سر صداش تمام محله رو بر میداره. خیلی خوب بابا، این آب شد یه لیوان آب. خیلی خوب بابا، داره میاره دیگه. چشی رو بیاره، برو دستش نگی. خانم ها و آقایون، امروز میخوام جشن عقدکنون خودمو با دختر عموم لادن اعلام بکنم. البته مراسم عقدکنون ساعت 5 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت و عاقد برای همون ساعت خواهد اومد. متشکرم. تبریک میگم پسرم. تبریک میگم لادن. مبارک. صبر کنی، صبر کنی. وایسه منو بیا. مریم، مریم، چی شده؟ باز اینا رفتن عقب من. این مردو واقعا از این وقتا خیلی موازه باش. از مرد بد نگو، خودت هم فعلا یه پا مرد. جون تو، هر چی بهش خواستم حالی کنم که زیر پل نره، نشد. چرا نری؟ من نمیدونم موضوع سر چیه. اون داره میره اونجا عقب من، یعنی پری. پری رو که اصغر دزدیده نجات بده. منم که نمیتونم بهش حالی کنم، ماشالله همون پریه. هرچی خوندم فایده نداشت، هرچی خواستم بهش حالی کنم اون خنگ خدا نفهمید. گفتی رفتن زیر پل؟ هیچ کس نیست؟ اینجا که کسی نیست. پیاده شین. اومدم. پس دختره کو فرار کرد قربون. چی میگی احمق؟ چرا مزخرف میگی؟
هرچی تلفن کردم شما رو پیدا نکردم، واسه همین اومدم اینجا که بگم منتظر نباشی. راستشو بگو مرتی که الا با سابقه ای که از تو دارم به جرم آدم دزدی میرم دست پلیس، هم تو همون یه بزرگوارمو. به سرما که پول بعدمون نمیاد، این دوترم زده و فرار کرده. بابا به پیر به پیغمبر فرار کرد، ما زن به این زبلی نهیده بودی. تو دروغ میگی، لابد یه بلایی سرش آوردی. راستشو بگو چی کارش کردی؟ شایدم کشتینش. مثل این که آیون کرد تشریف دارم، بریم بچه ها بریم. چاده که چی کارش کرد؟ چه به موقع رسید. باری کلمش. سلام علیکم. سلام. سلام، خسته نباشید. تو واقعا چاکرتون در خدمت قربون. متشکرم ماشاءالله. قربون شما. چاکرتون هر سه تاشونو ناکار کرد. مگه نه آجی؟ بریم این نموت تعبیر کلانتری بدیم. عجب آدم حقبازیه. آره بریم. الان خدمتش میرسم. من اونو به جرم همدستی در قتل پری تعقیب میکنم. تو نمیه ماشاءالله؟ نه شما بفرمایید قربون. با اجازتون ما یه کار خصوصی کوچولو با یکی از این نعشا داریم که باید انجامش بدیم. نه با ماشاءالله برمیگردم. نه خانم جون شما هم بفرمایید، خواهش دارم. من خودم از عهده‌شون برمیام. مطمئن باشید. اونارم ببر بنست تو ماشین بره کار. اطاعت میشه پرویز خان. اطاعت بفرمایید خانم. قربونم بگیتون. چاکرم. اینم چک آبجی دیگه، با خیال راحت میتونیم برگردیم پیش مادر. بیا بخورش ناشلا. Thank you.
که معلومه دختر پاک قاب بتونه دزدیده، ولی به نظر ما آقا اون لیاقت شما رو نداشت. از این حرفا نزن، ازت میرنجم. اون زن خیلی خوبی بود، با شخصیت، با گذشت. من کمتر زن مثل اون دیدم. فضولی نباش آقا، حالا مطمئن این که آدم حسابی بود و به درد شما میخورد؟ گفتم آره، چقدر سوال میکنی؟ ولی شما اشتباه میکنی، اون زن خوبی نبود. صدا تو ببر، گفتم حق نداری از اون بد بگی. آقا ما رانندش بودیم، ما میدونیم اون چی کاره بوده. حرفشو! اون با هزار تا مرد رفیق بود، اون به درد شما نمیخورد، اون زن بدکارهی بود. حرفشو، به تو میگم حرفشو! پری، بایسا، بایسا پری، سب کن، خدایی توی، پری من توی، منو ببخش. تو منو ببخش پرویز، من نمیخواستم اینطور بشه. خورمه درقلایی، خدایا شکرت که تو رو دوباره پیدا کردم. من از همون لحظه که تو رو دوباره پیدا کردم بخشیدم. من احمقا بگو که تو شب و روز پلو من بودی و من دیوونه وار دنبال تو میگشتم. پرویز من مجبور بودم، به خدا تمامش از بدبخت. هیچی نمیخواد بگی عزیزم، هیچ. چیزی نیست سلام مادر. سلام پرویز جون، حالت چطوره؟ متشکرم. چه عجب. معرفی میکنم مادر، پری همون دختری که با تو صحبتش کرده بودم. آوردم با شما آشنا بشه. سلام خانم. سلام دخترم. مادر راجع به عموم و دخترش و کلکایی که زده بودن بهتون گفتم. اون پیرسگ فقط قصد خوردن ثروت ما رو داشت. در هر حال پری جون نامزد منه، من اونو دوست دارم، میخوام باهاش عروسی کنم. حالا برای عرض دستبوس اومده خدمتتون. عجب، این خبر خیلی ناگهانیه، من هیچ منتظر این ملاقات نبودم. در هر حال من شما رو با اون تنها میذارم تا با عروستون یک کمی صحبت بکنین و با هم بیشتر آشنا بشین. باشه، برو پسرم. اجازه بکش، معلوم برمیاد. بفرمایین بشینین. بشینین. خب، تو میخوای زن پسر من بشی، ها؟ خانوم، من پرویزو خیلی دوست دارم. تو هیچ فکر کردی که با این عملت چه صدمه‌ای به روحیه و شخصیت اون میزنی؟ ولی من فکر نمی‌کنم از من عمل بدی سر زده باشه. نه، منظورم اینه که ازدواج تو با پرویز به هیچ وجه به صلاح پسرم نیست. یعنی میفرمایی من لیاقت همسری پسر شما رو ندارم؟ نه، اینو نمیخوام بگم دختر جون. میدونی جونم، طبق وصیت پدر پرویز اگر غیر از دخترموش با کسی دیگه ای عروسی کنه از ثروت پدرش محروم میشه و اون نمیتونه با تو با فقر و گدایی زندگی کنه. به خاطر پرویز این توهین شما رو تحمل میکنم، ولی خانم من دلم نمیخواد پرویز با فقر و بیچارگی زندگی کنه. باور کنین انقدر اونو دوست دارم که حتی یه لحظه نمیتونم ناراحتی اونو ببینم. آفرین دخترم، باور کن من پسرم رو خوب میشناسم. پرویز من به یک زندگی مجلل و مرفه عادت کرده. اون یک دقیقه نمیتونه با فقر و فلاکت با تو زندگی کنه. اگه اونو دوست داری از اون بگذر، این بزرگترین فداکاریه که در حق اون میکنی. عاشق پرویزم، چطور میتونم ازش بگذرم؟ برای اینکه عشق تو به اون ثابت کنی بذار پسرم تو ناز و نعمت زندگی کنه و متوسیت پدرش با دخترموش عروسی کنه. نه، دخترموش دختر بسیار کثیفی، اون اصلا لایق پرویز نیست. اونو پدرش برای بله فهمیدم. من قبول دارم که اونا آدم های بسیار نمک نشناس و پستی هستن، اما چه کنم، وصیت پدر پرویز اینه و باید اجرا بشه. تو برای اون ساخته نشدی. آخه چرا؟ چرا؟ بیا، این جواهرات خانوادگی ماست، همش مال تو، خودش یه ثروتیه. در مقابل این محبتی که میکنی مال تو. بگیر جونم، به شرطی که دست از سر پرویز ورداری و فراموشش کنی. نه خانوم، این جواهرات به درد خودتون میخوره. عشق و محبت بزرگترین ثروت برای منه. من احتیاجی به پول شما ندارم. دختر دیوونگی نکن، خیلی پوله، خوب فکر کن.
پول، پول، مگه هر چیزی رو میشه با پول خرید؟ نه خانوم، شما اشتباه میکنید، عشق ما. من اصلا شانس ندارم، چرا اینقدر من بدبخت؟ آسون خورجونم، گریه نکن پریش. افریتی خیال میکنه من از این زنهای خرابم که میتونه منو با پول بخره. سه زنهای دیگه از عشق و محبت هیچی سرت نمیشه. نه تو خیلی مستی جونی، بس حالتو جا بیارم. یلا پاشو ببینم، زود باش بلند شو. چرا همچی میکنی دیمونه؟ تو باید برفای من گوش بدی، فهمیدی یا نم؟ آره من نمیخوام هیچ کسو ببینم. آره چرا همچی میکنی بی ترگرد؟ این دیگه کیه؟ پاشو بزن به چک، اینجا چیزی نمیواسه. زود باش ببینم. شوعد و مزاهم. بلند شو پرویز، بلند شو. برو بلم کن، بذار بخوابم. زود باش بلند شو، لباس ببوش، باید کار دارم دیوونه احمق. من با تو هیچ کاری ندارم، برو کمشو. خدا به زورم شده وادارت میکنم که بلند شی. بلند شو ببینم. الان حالت جا میاد، نگاش کن. من اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم پرویز، تو اشتباه میکنی. پری دختر خیلی خوبیه، اون حتی از سر تو هم زیادیه. آره پیکار رگ خوب و جواهرات مادرمو به من ترجیح نمیده. اشتباه تو همینجاست پسر. آره. یک گیج. اشتباه. حالا گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. چی رو میخوای بگی؟ من میدونم اون فقط دنبال پول بود. اون جواهرات مادرت قبول نکرد، مامان جونت بهت دروغ گفته. اون فقط به خاطر تو و آینده تو دست از عشقش کشید. میگی نه؟ بیا بریم از مامان جونت بپرس. سلام پرویز جان، حالت خوبه؟ چی میخوای پرویز؟ عقب چی میگردی؟ دلم واسه جواهرات خانوادگیمون تنگ شده بود، اومدم تماشاشون کنم. من که گفتم اونو... اونو دادی به پری، ها؟ که اونو دادی به پری، پس این چیه؟ باید حدس میزدم که تو به من دروغ میگی، اما حیف که باز گول محبت مادرونه ای تو رو خوردم. راستشو بگو، اون جواهراتو قبول نکرد ها؟ نه نه، اون هیچی از من قبول نکرد و برای خوشبختی تو حاضر شد دیگه تو رو نبینه. به من نگاه کن ای بیراه، تو این قلب تو یه ذره عاطفه و محبت پیدا نمیشه. منو ببخش، من فکر میکردم اینطور خوشبختر میشی. برو برو، تو دیگه مادر من نیستی، تو همه چیز تو از دست دادی، حتی منو. همه ثروت پدرم مال تو. من با همین یه دست کت و شلوار از خونه تو میرم و دیگه هیچ وقتم پشت سرمو نگاه نمی کنم. میدونی من فقط احتیاج به یه ذره محبت مادری داشتم که اونم تو از من مزایقه کردی. نه پسرم، نرو، منو تنها نذار، نرو، خواهش میکنم، من بدون تو میمیرم پسرم، نرو. Ah!
ولی باید صبر کنیم تا هوشنگ بیاد. ما بهش قول دادیم که منتظرش میمونیم. نه من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. شاید اونم از دوست داشتن تو پشیمون شده. نه نه این درست نیست. هوشنگ حتما میاد. من مطمئنم که اون میاد. آره. سلام. سلام پری جون. گریه نکن پری جون. من همه چی رو فهمیدم. من اومدم پیش تو که هر جا دلت میخواد با هم بریم. تو رو دوست دارم پرویز. فهمیدم که تو چه روح بلند و قلب مهربونی. دیگه گریه نکن عزیزم. مادرم حقیقت رو برای من گفت. همه چیز رو میخواد. شم و گل و پروانه و بلبل همه جمعن. ای دوست بیا تا غم فردن نخوریم. چه عجب آی پرویز خانم شنگان، با تشریف فرمایی خود کلبه مرا منور فرمودین قربان. مرسی رحمت علی. ما دیگه از اصفهان میریم، میخوایم بریم یه گوشه از این دنیا بدون سرخر زندگی کنیم. با من شوخی نکنم، من آدم خطرناکی هستم. نه نه رحمت جان، نظر پرویز که تو نبودی. نه قربان تو برم، از وقتی که به شما احتیاج پیدا کردیم من پدر سوخته به شما بدهکار شدم، حرمت منم از بین رفته. نه جونم اشتباه میکنی، تو که منو میشناسی، من از اینجور آدم ها نیستم. نه قربان تو برم، حالا دیگه بنده خرم شدم. اگر من پدر سگ خر نبودم اتاق به این قشنگی سه روز تمام بدون کرایه در اختیار دو تا خانم نمیذاشتم. کرایه اونم میدم، بی خودی سر اونا مندت نزار. خب بدید قربان، بدید 15000 تومان میذار کف دست من. بدید بدید 15000 تومان؟ بله. مگه دیوونه شدی؟ قیمتش همین است قربان تو برم، یا 15000 تومان میدی با من یا دست جمعی با هم میریم کلانتری واسه ما رو اونجا روشن میکنیم. تو من شد رفت. ای نمک نشناس، خاک بر اون سرت. حالا دیگه با من فوشم میدین، بنابر این باید 20000 تومان بدین قربانش. آره مام شو مرتی که برو. دست با من نزن، من خطرناکم. اسم این چاقو بلگ چغندر نیست، میداد خود نویسم نیست. با مرگ شما ها تکن بخورین فرو میکنم. حالا فهمیدیم اکی طرفین؟ یا پول منه میدین یا میریم کلانتری وز اونجا روشن میکنیم. آدم شاخ در میاره، این مردی که چرا اینطوری شده؟ همینی گاز. باشه بریم کلانتری، بالاخره یه قانونی هست که تو رو سر جات بشونه. باشه دست به چمدن نزن، زمین دست به چمدن نزن. اگر کلکی زیر سرتن باشد با چاقو نفر آخری را فرو میکنم. به شما بگم من خطرناکم. دست از ما خطرناکم. دیگه کسی نبود بری. حواس جمع باشه، دال بدل دنبالتم چاقو به دستم وایسادم. چاقو رو بگیر، اون مرکزی خیال فرار نداره. فرار؟ اگه موضوع فرار باشه من زودتر از همه فراریم جان. برو جانم برو، کسی نبود دیگه بری. زنانه؟ آه 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 زنانه چیست؟ پس چی شد تاکسی؟ تاکسی کجا بود؟ پس از اون وقت الان چی کار میکردی؟ تاکسی لازم نیست، من میبرم ایشون. بیا بریم خونه پسرم، عروس خوشگلم هم بیار. نه نه مادر، منو ببخش پسرم، من اشتباه میکردم. زنی رو که تو انتخاب کردی برازنده توه، چون از ثروت و پول به خاطر تو گذشت. به من ثابت شد که واقعا تو رو دوست داره. اون به من درس بزرگی داد پسرم. دل منو نشکن، من غیر از تو هیچ کسو تو این دنیا ندارم. منو ببخش، برگرد خونت پسرم. قبول کن پرویز، قبول کن. قبول کنی مادر. باشه میام. سلام. و تو رحمت علی، به خاطر محبتی که به من کردی و پسر و عروسم رو نگه داشتی تا من خودم رو برسونم، این سرد مالکیت کافر رو به تو میبخشم. امیدوارم دیگه هیچ وقت به هیچ کس بده کار نداشت. ممنون خانم جان، به خدا خانمی از سر کلی شما میباره. منم دیگه خطرناک نیستم چون به کسی بده کار نیستم. این چاغورم غلاف کردم راحت آسوده. خدا حافظ رحمت علی. با سلامت خوشبخت. خدا حافظ. خوش اومدی. وای 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 به خدا. تو هم از امروز حساب کارت بکن، چون با یک مرد با قدرت طرفی میدنی. یعنی برای اینکه من سند دارم، سند ببین.
برو به کارت. اگه با یه تیکه کاغذ آدم مرد میشد که دیگه هیچ مردی قصه نداشت. تو برای من همون رحمتیه، بی ارزه و بی لیاقتی. حواست جمع کن عوضی حرف بزنی دیگه چلاقا. آقا حالیت میکنم. کفشه برمی.